ایران در سوریه چه کار داره میکنه؟ آیا بعد از قاسم سلیمانی ایران باید به فکر عقب نشینی از سوریه باشه؟ اگر کمر جمهوری اسلامی زیر بار آتش و آمریکا و اسرائیل در سوریه خم شده چرا جمهوری اسلامی عطای سوریه رو به لقاش نمیبخشه؟ امشب اینها رو زیر ضربه میبریم مرداد سال 1394 قاسم سلیمانی به روسیه پرواز کرد به کاخ کرملین رفت و نقشه جنگ داخلی در سوریه رو مقابل ولادیمیر پوتین گذاشت و گفت هنوز فرصت جلوگیری از سقوط بشار اسد هست تابستان سال 94 اوضاع جنگ داخلی بر وقف مراد بشار اسد پیش نمیره سلیمانی تلاش میکنه حمایت روسیه رو در جنگ به دست بیاره از شهریور همون سال هواپیماهای روسی به نام بمباران داعش شروع به بمباران نیروهای مخالف اسد هم میکنن ایران فقط دو کشور تا اسرائیل فاصله داره عراق و سوریه جمهوری اسلامی همه تلاشش رو میکنه که جای پای خودش رو در این دو کشور محکم کنه و تا حدی هم در این کار موفق بوده اما این کار چطور انجام شده و چقدر پای ایران آب خورده این نقشه حضور نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران از بهار سه سال پیش تا الان در سوریه است اگر مناطقی رو که جمهوری اسلامی روی اونها فعالتر بوده روی نقشه نشون بدیم میشه دید که حکومت ایران به دنبال ایجاد راهروی از عراق به سوریه تا لبنانه تلاشی که حتی بعد از فروپاشی داعش هم ادامه داره نزدیک به 35 گروه شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در سوریه هستند از مهمترین این نیروها نیروهای قدس سپاه پاسداران حزب الله تیپ فاطمیون کتائب حزب الله تیپ زینبیون و امام باقران برآورد میشه که بیش از 45000 هزار سرباز غیر سوری تحت لوای جمهوری اسلامی در سوریه میجنگند. حقوق نیروهای خارجی عمدتا به وسیله ایران تعمین میشه ماهانه بین 100 تا 700 دلار با دلار 24000 هزار تومانی میشه چیزی نزدیک به 3 تا 17 میلیون تومان در ماه گفته میشه حقوق سربازان تیپ فاطمیون که از افغان ها تشکیل میشه از بقیه بیشترن اینجا میشه دید که حضور ایران در سوریه به حمایت از نیروهای نظامی ختم نمیشه و نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه فراتر از حضور نظامی کمک امنیتی به بشار اسد قراردادهای اقتصادی و ساخت شهرک و مؤسسات آموزشی در سوریه هم با هزینه ایران در جریانه این خطهای آبی حضور نظامی و همینطور نفوذ اقتصادی اجتماعی ایران رو توی سوریه نشون میده به گفته حسین حمدانی که در سوریه کشته شد موسسات فرهنگی مثل جهاد البنا به کمک جمهوری اسلامی در سوریه تشکیل شدند و به ترویج فرهنگ دفاع مقدس مشغولن ایران همچنین با با پا پا کردن مرکز درمانی بین سوری ها ماسک و ویتامین س توضیح میکنه فقط پارسال مؤسسه جهاد بنا 16 تا مدرسه در زور با حمایت مالی ایران برپا کرد مقامات رسمی حکومت ایران هم گفتن که دانشگاه تربیت مدرس به سوریه میره و اما آمار مؤسسه تحقیقاتی واشنگتن پست نشون میده ایران با کمک دولت روسیه به مصادره خانه سنی ها در دمشق و حومه اون دست زده و شبه نظامیان شیعه رو جایگزین اونها کرده سال 2018 میلادی 8000 خانه از سنی ها گرفته شده و به شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران داده شده این به نوعی تغییر ترکیب جمعیتی هم هست ولی بعدی از زبان شما پاسخ این رو بشنویم ببینید در سی سال گذشته 7000 میلیارد دلار 7000 میلیارد دلار امریکایی تو منطقه شاید نزدیک به 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که از دیپلماسی گرفته تا کار فرهنگی گرفته تا به کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته همه اینا خرج داشته برای ما اما همه اینها چقدر پای ایران آب خورده معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران میگه ایران در سی سال اخیر 17 میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده آمریکا گفته از 8 سال پیش تا الان 16 میلیارد توی منطقه خرج کرده این هم حرف دفتر نماینده سازمان ملل در سوریه ایران متوسط سالی 6 میلیارد دلار فقط در سوریه خرج میکنه برای 8 سال میشه 48 میلیارد دلار حشمت الله فلاحت پیشه عضو سابق کمیسیون سیاست خارجی هم گفته ایران طی 10 سال 20 تا 30 میلیارد در سوریه هزینه کرده آمارهایی که در رسانه های رسمی خود ایران هم منتشر میشه نشون میده که از آغاز بحران سوریه تا سه ماه اول امسال نه تنها صادرات ایران به کشور کاهش یافته بلکه ایران اصلا جز پنج کشور اول صادر کننده به سوریه هم قرار نداره و از همه جالبتر این که امارات متحده عربی با وجود اینکه در مناسبات سیاسی با رژیم اسد همسونی است در مقام سومه همین چند روز پیش هم دولت بایدن اولین حمله نظامیش رو بر علیه نظامیان مورد حمایت سپاه پاسداران و تاسیساتشون در سوریه انجام داد. جنگ سوریه به استناد آمار رسمی مقامات حکومت ایران تا الان بیش از دو هزار ایرانی رو به کام مرگ فرستاده. اگر به گفته عضو کمیسیون خارجه مجلس استناد کنیم، ایران به طور متوسط سالی دو میلیارد و 500 هزار دلار در سوریه خرج میکنه. بعضی ها میگن ایران سی و یک به اضافه یک استان داره. سی و دومین استان ایران کشور سوریه است.